سلام امیدوارم که خوب باشید من آرام کوکتل تیوی و امروز بعد از مدت ها با یک قیبت کبرایی که داشتیم اومدم یه سری توضیحات بهتون بدم اول اینو بگم که خیلی دلم واسه تنگ شده بود به شدت دلم تنگ شده بود اما میخوام یه داستانی تعریف کنم که آقا چرا این مدت ما کارمون اینجوری بود یکی در میون بود دو هفته نبودیم سفته بودیم و این داستانا چون خیلی از بچه‌ها میپرسیدن توی دایرکتو به هر حال تو کامنت ها اینا که آقا چی شده چرا نیستی چه نیست؟ اتفاقی افتاده و بعضی ها این وسط فکر میکردن که مثلا من همینجور نشستم لب ساحل لنگ رو لنگ و دارم کوکنات هویج میزنم و اصلا همه چی به کوکنات و هویج هم, هم, هست <applause> و در اینجوری نبود یه سری چیزا خب خیلی وقت نمیشه بیاریم جلو دوربین و این حرفو اما گفتم خب بیام راجعش صحبت کنیم که به هر حال بچه‌ای که سابسکرایب کردن از اول دارن حمایت میکنن باید بدونن چه خبره چی شده از این داستان ها دم همه تون هم گرم. تو این مدتی هم که نبودیم درست خیلی کانال باز خوب داشت ساب میگرفت و اینا که این عجیب بوده و با حال بود دم همه تون گرم کلی انرژی همیشه بوده اولش یه داستانی رو بگم این لینک این که اینجا میبینید آیدی اینستاگرام شخصی منه اینو میتونید فالو کنید اونجا سری کارهای دیگه میکنیم یعنی خیلی حرفا میتونید ببینید که شرایط چه جوری اتفاق اینا میفته چون کوکتل تیوی خیلی جاشین نیست که بخوایم خیلی مثل اینفلوئنسر رو یا این داستان ها حالا از روزمره حرف بزنیم بگیم استوری بذاریم این اتفاقا چون برها رسمیتره تره کوکتل تیوی اینجا میتونید داشته باشید منو که حالا اونجا یه سری اتفاقا میفته یه سری کارا با هم میکنیم و این داستانا که اونم در باید صحبت میکنیم خب آقا یه سری پلن گنده ما داشتیم و هی میخواستیم اجرا کنیم هی قول بدیم بیایم و قول میدادیم که فعالتر باشیم اما یه سری اتفاقات عجیب غریب واسه من میافتاد و من درگیر یک افسردگی بشدت سنگین بودم و یه سری اتفاقات عجیب غریبی که هی واسه هم میافتاد نمونهش همین دیشب دیدید بعد از مدت اومدم لایو و استارت کنم تا میام لایف شم اینترنت استریم میپره و فکر کنم برای بار سوم یا چهارم بود که این اتفاق میافتاد که ما قول میدادیم بیایم لایف تا می اومدیم این داستان اتفاق میافتاد دیشب هم بعد از 6 ثانیه این اتفاق افتاد در شوا میکنی پختم واقعا نور زیاد و گرمای عجیب خب این اتفاق افتاد و همونطور که دیدید دیروز یه ویدیو 6 ثانیه ای آپلود شد و لایو بودیم 6 7 ثانیه و منم یک ساعت داشم حرف می زدم بعد دیدم لایف قطعه اول فکر کردم باگ زده و نشون نمیده چطور رو بعد فهمیدیم قطعه اما جالب اینجا سونم خوب ویو خورد و خیلی کامنت های گوهربار و زیبا و کلی خندیدم دیروز و کرد ولی در کل داستانی که هست خیلی از ریاکشن ها رو نرسیدیم به خاطر یه سری اتفاقا یه نمونهش رو براتون مثال بزنم که اصلا یه چیز عجیب غریبیه یه روز میدونم خواب بودم تلفنم زنگ زد پا شدم دیدم پلیس امنیت ترکیه است و گفتم چیه چی شده چه خبر اینا گفت مثلا فلانی گفتم آره گفت بعد بیا اینجا مهمون مایی ای. من اینور اونور در دیوار کوچی چرا فلان و اینا توضیح داد که آقا پول جابجا کردی یه پول زیادی غیر قانونی و بعد بیا جواب پس بدی این چیه آقا حالا من پول زیاد جابجا جا که اینجا نبودم من اون مقدار پولی که داری میگی و اصلا یعنی چی فعلا بعد مثلا شماره حساب هم واسه طرف این درگیری عجیب غریب که حالا نمیدونم چی بود هنوزم این داستان به تش نرسیده که آقا کی بوده که به اسم ما مثلا یه پولی جابجا جا کرده و اصلا یه اتفاق عجیب غریبی من از خدا بی خبر پلیس می زنگ میزنه این اتفاق اون افسردگی که جای خودش بیمار شدم بعد مریض بودم یعنی هنوزم مریضم یه کوچولو بهتر شدم و این اتفاقا میافتاد دیگه منم یه کوچولو با افسردگی و اینا اذیت میکرد و شاید یه راههایی رفتیم که درست نبود اون مثل قدیم اونجوری شوق و اشتیاق نبود به خاطر حالا اتفاقاتی که هی میافتاد هی روحی منو گرفت هی حال منو گرفت اما خب درسمون رو ازش گرفتیم به احتمال زیادم یه پادکست خواهیم داشت با یکی از بچه‌ها که خیلیاتون می‌شناسین طرف و طرفدارشید و راجع به این داستانها صحبت می‌کنیم که اگه حالا اشخاصی مثل ما بودن تو این شرایط حالا قرار گرفتن و اینا بدونن که چه میشه راحتتر در اومد ازش چون واقعا سخت بود دوران سختی من گذروندم تو این 5 6 ماه واقعا عجیب غریب بود دیگه فعالیت ها معلومه دیگه خلاصه گفتم تو یکم خیلی با هم راحت تر باشیم و سرچ سر تو توضیح بدم که تا حالا ندادیم یادتون باشه از اون زمان بود که اون چشم در میذاشتم و میگفتم ناخدای رپ فارسی از اون زمان یه سری اتفاقات عجیب غریب داره پشت هم میفته اما دیگه نمیخوام اجازه بدم این اتفاقا بیفته یعنی با هر اتفاقی هر نوعی هر جوری میخوام 100 درصد بشینم پایین یوتیوب و محتوایی رو تولید کنم که شما لایقش هستید و یعنی به حال بتونم این حالی که به من دادید و بهتون برگردونم با یه کار خوب همونجوری که همیشه سعی کردیم باشیم و همونجورم هم که همیشه شما حمایت کردید و حال دادید دم یک یکتون گرم خیلی گرم خیلی گرم همیشه حالم خیلی بده میام کامنتاتون میخونم کلی انرژی میگیرم هیچ وقت یادم نمیره به قول بهرام هیچ وقت یادم نمیره جایی که بودم ولی باید فراموش کنم جایی که هستم یادش بخیر چون بعضیو فهمی کردم میگفتن آره مقروض شدی بیکار شدی دیگه مثلا درآمدی هست دیگه ویدیو نمیسازیم از این خبرا نبود خیلی هم همه چی آسون نبود واقعا اینور ولی آسونش میکنیم راهی خواهیم ساخت با هم به کمک شما و این داستان ها میریم واسه یه خلاصه آقا چقدر حرف زدیم و بذار یه سری حرفو رو کنیم مصاحبه ارفان خیلی ها سوال میکنن چی شد و اینا یه پروژه گنده میخوایم ببندیم و میخوایم ببینیم آیا اون اوکی میشه یا نه که بعد این حرکت رو بزنیم بیان بر همین اون پروژه هولد شده نگه شده که به موقعش به خفن ترین شکل بیاد اما اگه اون اتفاق نیفته پروژه به حالت عادی میاد و پروژه های دیگر رو میبریم تو اون داستان و قسمت بعدی دیگه ای که داریم و هست و خواهد بود یعنی میخوام ازتون بپرسم این چه وقته یه سری بیف و بیف بک و دیست و دیس و اینا اومد بیف و بیف کشی بود دیست و دیست کشی بود که مثلا تو بچه های نسل 4 که یه سریاشو نرفتیم بررسی نکردیم اگه دوست دارید بسازیم حتما بنویسید این بیف میشه گفت بیف تی و مجهول و کیارپ جزوش بود و اسرال سریال بیف های دیگه و آهنگایی که نبودیم دوستان ریاکشن بریم و واقعا اگه بعد هم مدت میبینید بنویسید اون پایین برنامه قبلی که می ساختیم فعلا یعنی چند وقت ازشون برنامه جدید نیومده قسمت جدید نیومده دوست دارید ببینید حتما بنویسید یکی ای دو تا بچه ها رپ رو خیلی دوست داشتن که ببینن یه رببیف بیف بسازیم و با هم بررسی کنیم چون چند وقتی یکی دو تا ویدیو تو اینستاگرام دیدم یه جوری این رپ بیف رو اصلا داشتن تعریف کردن که اصلا نمیدونم از کجا اصلا چی شنیده بودن و اینا اصلا اشتباه بود کلا خلاصه این داستان رو داشته باشیم حتما بنویسید کامل نظره رو اون پایین که آقا کدوما رو پیش ببریم و کدوما رو دوست دارید بیشتر ببینید و یه کوچولو فعالیت ها رو مدلش رو عوض کنیم توی سال جدید و اینکه اون لایو تولد اگه یادتون باشه که خیلی حابت زمان بر بود و هیچ درآمدی هم در اصل نداشت ولی اگه اونم پایش هستید بنویسید که لایو تولد هارم بریم یا نه یعنی همه اینا رو دونه دونه هر کدومتون میبینید پاسخ بدید دیگه حالا مثلا میتونید تو کامنت به ترتیب جواب بدید و دوست دارم ببینم دیگه که راحت هی نریم جدا نظر سنجی بذاریم راحت این کامنت ها رو همه رو بخونم تصمیم بگیریم دو سر برد باشه دیگه میدونی چی میگم خلاصه این از این امیدوارم که حالتون همیشه توپ خوب آلی و بوم باشه ریاکشن پیش رو نسیم هم میاد بعد از اون هم ما خواهیم داشت لیتوی پاپولوجیستو و همچنین آهنگ جدیدی که کچی بیتس داده بود با خلصه که هنوز گوش ندادم اونم خواهیم داشت بریم واسه بقیه کارا دیگه یه سری کارا دیگه هم خواهیم داشت ولی نمیگمش که دوباره مثل قدیما نشه یا بعد یا یکی دمونو برداره این از این دمتون گرم تا ویدیو بعدی امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بم باشه سیوسون